الله الرحمن الرحیم. امید که جور صحتمند باشین شاگردای عزیز. به ادامه درس‌های قبلی خود درس جدید خود شروع می‌کنیم از بخش برق. در این فصل ان شاء الله ولازم مطالعه می‌کنیم که برق در چند حالت مطالعه میشه، برق ساکن چی است و برق جاری چی هست. پس می‌ام نوشته می‌کنیم برق. برق خودش چی هست؟ برق از کلمه یونانی الکتروگوس گرفته شده که به معنی کهربا یا هم الکترون یا الکترون هست. یعنی سابق یونانی ها میگفت که برق از چی به وجود میاد؟ از کهربا وجود میاد. اما فعلا میتونه بگوییم که بدون از کهربا یا مغناطیس هم میتونیم برق تولید کنیم. پس میگیم خود برق چی هست؟ برق میگیم عبارت از حرکت الکترون ها، عبارت از حرکت الکترون ها برق می باشه. خب این الکترون زمانی که از یک جسم به جسم دیگه انتقال پیدا کنه، اگر ساکن باقی مانده دیگه حرکت نکرد، میگیم برق ساکن است. اما اگر همه الکترون در حالت جریان بود، در یک حادی حرکت کرد، میگیم جریان برق است. پس ما میگیم در کل برق در دو حالت مطالعه میکنیم، برق در دو حالت مطالعه میکنیم، یکی برق ساکن است و یکی هم برق جاری. برق ساکن و برق چی است؟ جاری هست یا جریان الکترون یا جریان برق است برش میگیم. پس ما شما هم میگیم اول شروع میکنیم برق ساکن. برق ساکن میگیم از اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میاد، از اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میاد. مثالش چی هست؟ فرض مثال ما یک شیشه را میگیریم با ابریشم یا پشم مالش میتیم، یا شیشه را میگیریم با یک جسم دیگه مالش میتیم یا حرکت میتیم، یا هم شانه را میگیریم با موهای خود مالش میتیم، بعد از او شانه را بگیریم با توته کاغذ بگیریم به طرف خود چی میکنه؟ جذب میکنه. یعنی یک جسم الکترون از دست داد، دیگه جسم الکترون به خود جذب کرده. پس ما میگیم این الکترون از کجا میشه؟ باید ساختمان اجسام بشناسیم. ساختمان اجسام، ساختمان اجسام، تمام اجسام از ذرات کوچک به نام اتم ها ساخته شده. به نام چی ساخته شده؟ اتم ها ساخته شده. پس میگیم اتم چی هست؟ اتم ها میگیم کوچکترین ذره چی هست؟ یک عنصر هست که خاصیت همان عنصر را داشته باشه. اتم عبارت از کوچکترین ذره یک عنصر است که خاصیت همون عنصر داشته باشد. خود اتم از دو بخش تشکیل شده. اتم از چند بخش تشکیل شده؟ از دو بخش. یا اتم ها از دو بخش تشکیل شده، یکی هسته است و یکی هم مدار هسته. یکی هسته است و یکی هم چی است؟ مدار ها هسته. در داخل هسته ذرات به نام پروتون و نیوترون وجود دارد. اما در مدارها چی وجود داره؟ الکترون ها وجود داره. چی وجود داره؟ الکترون ها وجود داره که در داخل هسته ذراتی که پروتون و نیوترون وجود داره نسبتا ساکن است، اما الکترون ها چی است؟ در حال حرکت، یعنی از یک جسم به جسم دیگه میتونه انتقال صورت بگیره. زمانی که امید تعادل الکترون ها بین اجسام بر هم خورد، میگیم جسم ما چی میشه؟ چارجدار میشه. پس میام نوشته میکنیم که در هسته اتم پروتون ها و نیوترون ها وجود داره. نیوترون ها موجود است. اما در مدارها چی وجود داره؟ الکترون ها وجود داره. الکترون ها موقعیت داره یا موجود هستند. اگر من بخوام یک هسته اتم ترسیم کنم، بگیم این هسته اتم است، اینجا پروتون است و اینجا هم نیوترون قرار داره. الکترون ها به این شکل در اطراف هسته در مدارهای نسبتاً بیضوی یا دایروی شکل چی میکنه؟ حرکت میکنه. به این شکل در این مدارها در حال چی هستند؟ حرکت هستند الکترون ها. فرضاً به این شکل ترسیم کنیم. ما میگیم چارچ الکترون چند هست؟ چارچ الکترون، چارچ الکترون ها با چارچ پروتون، با چارچ چی است؟ پروتون ها، یا پروتون نوشته کنیم خوبتر، پروتون نوشته کنیم خوبتر هست. پروتون چی است؟ مساوی هست. اما چارچ الکترون چی هست؟ چارچ الکترون منفی هست. چارچ الکترون منفی هست، منفی هست. اما چارچ پروتون چی هست؟ چارچ
پروتون مثبت است، چارچ پروتون ما شما مثبت است. چارچ نیوترون چی هست؟ چارچ نیوترون خونسا هست، یعنی صفر واره میگیریم. پس میگم چارچ الکترون گفته منفی است، پس چند است قیمت است؟ 1.602 ضرب 10 بتون منفی 19 کولمب است. چارچ پروتون چی است؟ مثبت است، الکترون منفی بود، پس مثبت 1.602 ضرب 10 بتون منفی 19 کولمب است. چارچ از این هم چی است؟ خونسا یا صفر هست، که در هسته یا در فیزیک میگیم پروتون ها رو به پی، نیوترون ها به ان، الکترون ها رو به ای نشان میتیم. خب میایم بعدا مطالعه میکنیم که چطور جسم ما شما چارج دار میشه. خب میایم به ادامه درس خود میگیم تمام اجسام در حالت عادی چی هست؟ خنسا هست. میگیم تمام اجسام در حالت عادی چی هست؟ خنسا است. منظور از این چی است؟ یعنی تعداد پروتون و الکترونش با هم دیگه چی است؟ مساوی است. تعداد پروتون ها و الکترون های از اینها چی است؟ با هم دیگه مساوی است. زمانی که تعادل بین از اینها بر هم بخوره، اجسام چی میشه؟ چارج دار میشه. فرض مثال بیایم بگوییم اینجا یک جسم است یا یک اتم هست یا یک عنصر هست در نظر میگیریم، اینجا هم عنصر بعدی باشه. فرضاً بگویم این عنصر ما 42 تا پروتون داره، 42 تا چی داره؟ الکترون داره. این جسم ما را بگویم یا عنصر ما 32 تا پروتون داره و 32 دانه چی داره؟ الکترون داره. در حالت عادی میبینیم تعداد پروتون و الکترون با هم مساوی است، پس این جسم هم خنثاست، این جسم هم چی است؟ خنثاست. فرض کنیم از این جسم یک تا الکترون به این جسم دیگه انتقال کرد. وقتی که انتقال کرد در اینجا 42 تا پروتون باقی ماند، 41 دانه چی شد؟ الکترون شد. تعادل بین از اینها بر هم خورد. اینجا 32 تا پروتون شد و 33 دانه چی شدک؟ الکترون شد. باز هم تعادل بین از اینها چی شدک؟ بر هم خورد. جسمی که الکترون از دست داده، میگیم این جسم ما چی شد؟ چارچ مثبت به خود گرفت. چرا چارچ مثبت گرفت؟ چون تعادل بر هم خورد. یک تا پروتون یک تا چارچ مثبت چی داره؟ بیشتر. اما این جسمی که الکترون به خود جذب کرد، پس میگیم چارچ چی گرفته به خود؟ چارچ منفی به خود گرفته. چارچ منفی به خود گرفت. پس میگم در مجموع ما 3 نوع اجسام داریم. میگیم چند نوع اجسام است؟ 3 نوع. یک جسم خنسا داریم، یک جسم چارجدار مثبت است، یکی هم چارج منفی. جسم خنسا چی است؟ تعداد پروتون و نیوترون چی باشه؟ مساوی باشد، مساوی باشد. اینا میگم جسم چی است؟ خنسا. جسم چارجدار مثبت یا جسم مثبت چی هست؟ جسم مثبت میگم. جسم مثبت جسمی است که الکترون از دست بده، تعداد پروتون ها چی باشه؟ بیشتر از الکترون. میگم تعداد الکترون ها کمتر از چی باشه؟ پروتون ها باشه. پروتون ها باشه. یعنی اگر به شکل نوشته کنیم میگیم پروتون ها چی باشه؟ بیشتر از چی باشه؟ الکترون ها باشه. این جسم میگیم جسم مثبت است. جسم منفی چی هست؟ جسم منفی. جسم منفی میگیم عبارت از جسم است که الکترون به خود جذب کرد، تعداد الکترون ها بیشتر شد. میگیم تعداد الکترون ها چی باشه؟ تعداد الکترون ها بیشتر از چی باشه؟ بیشتر از پروتون ها باشه. پروتون ها باشه. این جسم میگیم جسم منفی هست. یعنی اگر نوشته کنم پروتون های ما شما کمتر از چی باشه؟ الکترون ها باشه. این را میگیم جسم منفی است. واحد چارج برقی چی هست؟ واحد چارج برقی. واحد چارج برقی، چارج برقی یک کمیت گسسته است میگیم. یک کمیت چی هست؟ یک کمیت گسسته هست. یعنی هر قیمت به خود گرفته نمیتونه. تنها قیمت های مثلا کامل 1, 2, 3, 4, 5, 6. چرا؟ چون به می تعداد الکترون انتقال کرده میتونه. هیچ وقت نمیتونه بگیم که نیم تا الکترون انتقال کرده. باید الکترون چی باشه؟ کامل باشه. واحدش که است؟ واحد چارج برقی در سیستم SI عبارت از کولم هست. عبارت از چی است؟ کولم است که به افتخار عالم چارلز دو کولم مشهور شد.
واحد طبیعیش چیه؟ سوال کانکور بوده. واحد طبیعی چارج که هستک؟ چارج برقی، چارج برقی الکترون هستک، الکترون هست. پس میگیم یک الکترون قبلا نام گفتیم، باز هم میگیم یک الکترون ما 1.602 ضرب 10 به توان منفی 19 چی میشه؟ کولم میشه. و در اینجا چارج های هم نوع یکی دیگه خود دفع میکنه، چارج های مختلف نوع یکی دیگه خود جذب میکنه. انشالله بخیر در درس بعدی خود مطالعه میکنیم که این چارج ها به چه شکل یا اجسام با کدام اشکال میتونیم چارج دار بسازیم و دیگه ای که چارج ها یکی دیگه خود دفع یا جذب میکنه در اثر چه قوی یکی دیگه خود جذب و دفع میکنه. این بود درس امروز ما. تشکر از توجهتان.